توی این پست میخوایم دو تا از هدفون‌های خوب و با هم دیگه بررسی کنیم، یعنی مدل آدیو تکنیکا M50 و آکوژ K77، و ببینیم که کدومشون از لحاظ قیمتی که دارن به شما کیفیت مطلوب تری میدن و برای کارهای آهنگسازی و میکس و مسترینگ کدوم یکی بهتر هستن. پس حتما با من همراه باشو. اگر یکی از این هدفون‌ها رو داری تو کامنت برای من حتما بنویس و این پست رو لایک کن و برای یکی از دوستانت به اشتراک بذار. سلام به تمامی دوستان عزیز، با یک ویدیو متفاوت امروز اومدیم و میخوایم مقایسه دو تا هدفون آکوژ K77 و آدیو تکنیکا M50 رو با هم دیگه انجام بدیم و ببینیم که کدوم از این هدفون ها برای کار آهنگسازی، میکس و مسترینگ و صدا برداری همچنین گوش دادن موزیک میتونه مناسب تر باشه و کدوم یک از اینها ارزش خرید بهتری نسبت به اون یکی داره. پس جایی نرین و تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. خب اولین مشخصه که میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم نشتی صدا هستش. نشتی صدایی که توی هدفون آدیو تکنیکا M50 هستش تقریبا میشه گفت صفر هست، به دلیل اینکه ساختار پشت بسته داره و هدفون‌های پشت بسته تقریبا میشه گفت لیکیج صدا ندارن و برای کارهای صدا برداری این هدفون خیلی خیلی هدفون مناسبی به حساب میاد. ولی هدفون آکوژ K77 ساختار نیمه باز داره، این به این معنیه که تا حدی میتونه لیکیج داشته باشه ولی اونقدر نیست که برای کار صدا برداری نتونی ازش استفاده کنی، و به نظر من نسبت به هدفونهای پشت باز خب لیکیج کمتری داره، ولی خب برای کار صدا برداری 100% آدیو تکنیکا M50 بهتر هستش. خب دومین مشخصه که میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم کیفیت ساخت هستش. خب هدفون آدیو تکنیکا M50 همینطور که میبینین شما میتونین سایزش رو تنظیم بکنین و حتی برای سرهایی که خیلی بزرگ هستن این هدفون میتونه قابل استفاده باشه. همچنین درایور این هدفون قابلیت چرخش 180 درجه داره و کار باهاش رو راحت تر میکنه 100%. و موادی که توی ساخت این هدفون استفاده شده خیلی خیلی مواد با کیفیتی هستن و تقریبا میشه گفت هدفون خیلی خوبی هستش و خرابی نداره. توی مدت 10 سالی که من داشتم که تا حالا یک بارم تعمیر نبردمش، ولی مشکلی که داره این چرمهای این روش هست که همینطور که میبینین من یه روکش کشیدم روش، به خاطر اینکه چرمها بعد یه 2-3 سالی شروع به ترک خوردن میکنه و از بین میره، برای همین چرمهاشو مجبوری یه هزینه زیاد بکنی و عوض بکنی. ولی خب هدفون آکوژ K77 کیفیت خیلی خوبی داره، البته یکی دو تا خرابی داشته، ولی خب به نظر من این چرمهایی که روش داره کیفیت مطلوبی داره و 100% از لحاظ کیفیت ساخت و اینها میشه گفتش یه هدفون خوب به حساب میاد. خب مشخصه بعدی که میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم درایو این دو هدفون هستش. خب این هدفون از لحاظ درایو چون امپدانس 38 داره، خب 100% صدایی که به شما میده بیشتر هستش، ولی خب به کارت صداتون هم بستگی داره که چه کارت صدای استفاده بکنی که بتونی از نهایت درایو این هدفون استفاده بکنی و صداش رو بتونی به ماکسیموم برسونی. ولی خب هدفون آکوژ K77 به امپدانس 25 اوم داره، خب صدای نسبتا کمتری داره و ولی خب 112 دسیبل هست اگر اشتباه نکنم، و اگر شما کارت صدای مناسبی نداریم، مثلا کارت صدای حرفه‌ای استفاده نمی‌کنین، این هدفون میتونه برای شما مناسب تر باشه. خب مشخصه بعدی پاسخ فرکانسی این دو هدفون هستش که ببینیم برای میکس و مسترینگ کدوم یک از اینا بهتر هستش. خب از لحاظ پاسخ فرکانسی هدفون آدیو تکنیکا M50 فرکانس 15 تا 28 کیلوهرتز رو به شما میده و توی فرکانس های لو اند به شدت دقیق هست و صدای کاملا فلتی داره و میشه گفت جز بهترین هدفون ها هست توی فرکانس های بیس و لو اند، و به نظر من از لحاظ حالا پاسخ فرکانسی این هدفون خیلی خیلی هدفون خوبی هست. ولی خب هدفون آکوژ هم پاسخ فرکانسی مناسبی داره، هرچند تو قسمت‌های لو اند یه مقدار ضعف نشون میده و زیاد روی بیس این هدفون نمیشه اتکا کنی. برای همین برای کارهای میکس و مسترینگ من آدیو تکنیکا رو به شما بیشتر توصیه میکنم تا آکوژ رو. خب بریم سراغ مشخصه بعدی. مشخصه بعدی راحتی هست. خب از لحاظ راحتی هدفون آدیو تکنیکا M50 به خاطر وزن بیشتری که داره و همچنین ساختار پشت بسته بودنی که داره خب یه مقدار ناراحت کننده است و معمولا بعد 1-2 ساعت سر شما خسته میشه. همچنین صدایی که به شما میده به خاطر اینکه خب هدفون کاملا پشت بسته هستش میتونه گوشو بعد 1 ساعت خسته بکنه، و به نظر من بهتر هستش از هدفونای پشت بسته برای طولانی مدت استفاده نکنید،
چون ممکنه به گوش شما آسیب برسونه. ولی خب این هدفون یعنی مدل آکوجه به نظر من خیلی هدفون راحت و سبکی هستش و شما راحت میتونین ساعت ها اینو بذارین و موزیک گوش بدین. برای همین برای موزیک گوش دادن این هدفون به نظر من بهتر هستش نسبت به آدیو تکنیکا. خب بریم آخرین مشخصه یعنی قیمت رو با هم دیگه بررسی بکنیم. خب از لحاظ قیمتی تاریخ الانی که داریم با هم صحبت میکنیم مرداد 1401 این هدفون آدیو تکنیکا M50X البته هولوش 5700 هستش که قیمت نسبتاً بالایی میشه گفت داره، ولی خب این مدل آکاجه به دلیل اینکه توقف تولید زده الان تو بازار نیست و دست دوش پیدا میشه و شما میتونین این رو با قیمت خیلی ارزون بخرین، ولی خب مدل های دیگه‌اش مثل K44 مثلا هولوش 1800 اینا هست نوش و به نظر من از لحاظ قیمتی خب هدفون‌های آکوجه 100% ارزان‌تر به حساب میان. خب حالا بریم ببینیم که کدوم یکی از این هدفون‌ها ارزش خرید بیشتری داره نسبت به اون یکی. اگر یه هدفون همه کاره می‌خواید که باهاش بتونی هم کار صدا برداری، هم میکس و مسترینگ و تنظیم آهنگسازی و هم گوش دادن موزیک رو باهاش انجام بدین، من بهتون هدفون آدیو تکنیکا M50 رو پیشنهاد می‌کنم که الان مدل M50X داره تولید میشه و بهتر از این مدل هستش و این یه هدفون همه کاره هست که براتون سالیان سال میمونه و خیلی هدفون عالی هستش، رو صدایی که به شما میده صدای واقعی موزیکتون هستش. ولی خب اگر میخواین یه هدفونی بگیرین که فقط برای میکس و مسترینگ و آهنگسازی ازش استفاده کنین، من بهتون هدفون بیر داینامیک DT990 رو پیشنهاد میکنم که برای آهنگسازی به نظر من بهتر هست و مدت طولانی میتونین به موزیک گوش بدین با اون هدفون. ولی خب اگر برای کارهای آهنگسازی فقط میخواین استفاده کنین و گوش دادن به موزیک و یه هدفون ارزون میخواین، 100% هدفون‌های آکاجه میتونه برای شما هدفون‌های مناسب تری باشه. خب به پایان این ویدیو رسیدیم، ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. لطفاً اگه از یوتیوب دارین میبینین حتما کانال رو سابسکرایب کنین و ویدیوهای دیگه ما رو بریم ببینین و زنگوله هم بزنین تا از ویدیوهای جدید ما مطلع بشین. اگر هم اینستاگرام میبینین که لایک، کامنت و اشتراک گذاری این پست فراموشتون نشه و حتما کانال ما رو فالو بکنین. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.